چه میخواست این دل من غیر شادی؟ خدا باشد و من عشق و آزادی. دلم از عشق عیسی شادمان بود، دلم از عشق عیسی شادمان بود، جدا از رنج و هستی در جهان بود. کنون باید محبت پیش سازیم، علاج درد را از ریشه سازیم، بشر از درد و غم آزاد سازیم، جهان و پر ز عشق و شاد سازیم. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، برنامه امید جاودان از سه‌شنبه تا جمعه در خدمت شما هست، برنامه زنده هستش. البته امروز ما دومین برنامه هستش که داریم انجام بدیم، قبلش با آقای فخرآور بودیم و این برنامه هم نیز برنامه زنده هست. تشویقتون میکنم عزیزان، مشروط بر این که مایل هستید، میتوانید موضوع دعای خودتون رو روی فیسبوک بنویسید. اگر سوالی هست خوشحال میشم این که بتوانیم پاسخگو باشیم، و اگر گواهی هست ازتون میخوام که این گواهی ها رو از قبل با ما هماهنگ کنیم. میتونیم روی اسکایپ و یا روی خط تلفن نیز شما عزیزان رو داشته باشیم، تا گواهی شما که دلیلش مهر و محبت و فیض خدا بوده توی زندگیتون، باعث امید و برکت برای دیگر هموطنان عزیزمون باشه. جا داره درود بفرستم خدمت خواهر عزیزم آزی جان که لطف کردن با ما هست. خواهش میکنم. منم خواستم به نوبه خودم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز درود گفته باشم. صبح بخیر، ظهر بخیر، هر وقتی که هستیم بگم. و خوشحالم که یک دفعه دیگه در کنار شما هستم و در منازل شما، که نام خدای بزرگمان جلال بدیم. آمین. و واقعا این روزا این چیزایی که مختلفه که آدم میبینه میشنوه، هر روزی که بلند میشه میگه خدای شکره. آمین. برای این برنامه ها اتفاقا که میفته. حقیقتا. و واقعا دوست داریم، خوشحالیم که عزیزان با شما هستیم، شماها با ما هستید، و خوشحال میشیم که از شماها بیشتر بشنویم در فیسبوک، تلفنی، هر جور که راحتید، برای دعا، برای هر چیزی. و من قبل از هر چیزی میخواستم بگم تشویقتون کنم عزیزان، اگر دوروبر ما هستید، اگر نزدیک هستید، یک شنبه ها ساعت 1 تا 3 به کلیسای ما بیاین. من باز تجربه خودم رو میگم، من هیچ چیزی نداشتم، هیچ برنامه‌ای نداشتم که بخوام مسیحی بشم. حالا من نمیگم مسیحی بشید، هر دینی رو که شماها خودتون باور دارین، هر برنامه‌ای که دارین. وارد کلیسا شدم 8 سال پیش و دیگه نخواستم ترک کنم. واقعا لذت میبرین، واقعا آرامش میگیرین. اینو از طرف خودم واقعا از صمیم دل میگم که بیاین در واقعا کلیسا، کلیسای خیلی خیلی خانه خیلی خداست و خیلی آرامش، خیلی خوب. و افراد کلیسای ما واقعا خیلی با محبت و دست دلبازی همه رو تشویق میکنن و در آغوش میگیریم و به حرف هم دیگه گوش میدیم. آمین. و کشیشی داریم که واقعا نمونه است و میدونم خانه خداست، ولی واقعا آخه این خودش یه پایه خیلی محکمیه، کشیش رسول. چه من خودم تو این 40 سال من آمریکا هم تو کلیساهای مختلف رفتم، آمریکای ایرانی، اینجا بازم آمریکایی میرم، ولی دیگه وقتی که اینجا خونه من شد، دیگه خونه من شده. آمین آمین. خدا بشه. و تشویقتون میکنم عزیزان، یک دفعه امتحان بکنین، یک دفعه بیاین خودتون میبینین، خودتون حس میکنین که واقعا چقدر آرامش گرفتین. قرصای نارامی رو اینا رو همه رو میذارین کنار. برابر. واقعا اینا واقعا از ته دل میگم. سه شنبه ها صبح برنامه دعا داریم عزیزان. هر کس که هر نیتی داره که میتونه که میخواد که براش دعا بشه عزیزان، سه شنبه ها صبح از ساعت 6 تا 9 صبح تو کلیسا هستیم، که خیلی افراد اونجا هستن، کشیش رسول اونجا هستن که در دعا و هستیم برای همگی. تلفن‌ها از ایران داریم، از اینجا داشته باشین، خودتون احتیاج نداره 2-3 ساعت بمونید، فقط بیاین دعاتونو بکنین، یه نیتتون رو کنین و برین و واقعا جواب میگیرین. و که برنامه‌های میون هفتگیتون، اگه یک شنبه نمیتونین بیاین، روزای 5 شنبه ساعت 7:30 تا 9 برنامه داریم که باز میتونین به ما بپیوندین، بازم در دعا هستیم، بازم با سرود نام خداوند رو جلال میدیم. این برنامه ها رو داریم. حالا اگر بیه وقت کارا، بعضی کار یک شنبه ها کار میکنیم، 5 شنبه بیاییم، 5 شنبه ها نمیتونی یک شنبه بیاییم، ولی فقط 1-2 دفعه من از این دعوت میکنم که بیاییم، خودتون میبینیم و خودتون تشویق میشه. آمین. و عزیزان ازتون میخوام که هر جورتون میتونین، همجور که کلیسا در پشت شما هست برای دعا، و دوست داریم که شما هم برای ما در دعا باشین، با دعاتون و با موقعیت مادی اگر بتونین به ما کمک بکنین. که واقعا
در احتیاج هستیم برای همین برنامه تلویزیونی که داریم، برای کلیسا، برای مخارج، برای اینکه نام خداوند رو جلال بدیم، افرادی که رد میشن. برای این واقعا اگر میتونین هر طوری که تونستین میتونین تشریف بیارین، کمک بکنین یا میل بکنین به این شماره تلفنی که توی تلویزیون میبینین، میتونین زنگ بزنین، اینفورمیشن های بهتری بگیرین، آدرس بگیرین یا بگین که به کجا، با هر جوری هم میتونین. بله اونجا هست که PWOC هست که میتونه اونجا کلیک بکنه، میدونه که چه جوری میگن دونیت بکنه. پایین صفحه تیوی شما میتونید ببینید www.pwoc چرچ هست که اگر شما اونجا مراجعه کنید میتونید، و شماره تلفن 818-716-4-0 و شماره تلفن جدیدی که گذاشتیم 818-263-77-24 هست که حتما در آینده اعلان میخواهیم کرد در توی برنامه هامون، که عزیزان اگر مایل هستن کمک مالیشون رو بکنن ممنون میشیم، و همچنین برای کار تکسشون نیز نامه خواهیم داد که بتونه کمکشون کنه برای تکس. و همونطور که شما فهمید، واقعا اولا ممنون از این که از کلیسا و خانه خدا واقعا خانواده اینو بدیم، کلیسا رو مسیح بنا کرد تا جمعی از ایمانداران کنار هم بیان. واقعا. توی انجیل ما نمیخونیم که تو اون کلیسا قرار یه کشیشی به نام رسول بیاد، اعضایی به این نام ها بیان، بلکه کلیسا، سر کلیسا که در اصل خداوند عیسی مسیح هستش که بنیانگذار کلیسا هست، حضورش به توسط روح القدس باعث تسلی، آرامش، نجات، سلامتی و رفع مشکلات خواهد شد، که کمک شخص میکنه که متمرکز زندگی حقیقی و هدفمندی بشه که درش نجات هستش، درش امنیت همیشگی هستش. و کلیسا در از شکل یک خانواده است. همون گونه که توی یک خانواده ما میبینیم که والدین در صدد این هستن که فرزندانشون رو خوشحال کنن، در آرامش و سلامتی باشن و به اونها اهدافی رو نشون بدن که اون فرزندان در مسیر اون اهداف زندگی خوب و خوشی رو داشته باشن. کلیسا نیز به توسط روح القدس بر کشیش اون کلیسا که اون رو مس میکنه و با قلب اون صحبت میکنه، چون بنای کلیسا عزیزان بیزینس نیست، یعنی نمیتونی یه نفر بگه، بعضی موقع ما میشنیم میدونم اصطلاحا هست، میگم فلانی کلیسا زده. آره کلیسا زده ما نداریم، اون بیزینسه. کلیسا بنا میشه و خدا بنا میکنه و خداوند اون شبان رو انتخاب میکنه، اون خادمین رو انتخاب میکنه، اون خادمین رو انتخاب میکنه که کمک اون کشیش کنه. در از این گونه هستش و اون شبان هستش که خدا با اون صحبت میکنه، رویاهایی به اون میده و اون شبان با کمک خادمین، رهبران کلیسا و نیز شماسان و اعضای کلیسا در مسیر اون رویا قدم برمی‌دارن. همون گونه که اون شبان باید از حضور خدا بگیره اون رویا رو و وفادار به خدا باشه، همون گونه رهبران و خادمین باید و اعضا وفادار به کشیش کلیسا باشن. حتی اگر ما به جایی میرسیم که متوجه میشیم شبان و کشیش اشتباهی کرده، مشکلی داره، در کنار اینکه بهترین راه رو باید انتخاب کنیم برای رفع این مشکلات، این رو باید بدونیم که هرگز درش جنگ نیست. حتی اگر اعضایی هستن توی کلیسا با هم سوء تفاهمی ایجاد میشه، اونجا هم نباید جنگ باشه. باید همش در مسیر صلح باشه، در مسیر غیبت نیست و در مسیر این نیستش که هیاهو کنیم. بعضی موقع ها ما میبینیم توی کلیسا وقتی مشکلی ایجاد میشه، همون مشکل میتونه به راحتی حل بشه بین اعضا، و دیگرانی که کنار اون اعضا هستن هی میگن ببینیم چه خبره، چی شده، چی کار دارن میکنن. مثل اگر شما تو ایران زیاد نبودی، آخه محله قدیمی ایران یادم هست واعظی وقتی من ایران بودم توی کلیسا میگفت یه خانومی بود، این صبح که میشد من زنگ میزد، میگفت خب زنگ میزد، خب بگیم دعا کنیم، خب میگفت زنگ میزد، میگفت فهمیدی چی شده؟ میگفت این که میگفت فهمیدی چی شده، یک ساعت من
باید به احترام، چون معمولاً کسی انتظار نداره شعبان کلیسا، کشیش کلیسا وقتی یکی باش صحبت میکنه صرف پش بگه برفرض خانم یا آقا، برادر و یا خواهر، این کار شما اشتباه است. چون اگر همین رو بگه میگه این به من داد زد، آقا این عصبانی شد، چون قبلا هم 10 دفعه بهش گفته خواهرم غیبت نکن، خواهرم مگه شما آتش نشانی هستی که به من گزارش میدی فلان جا آتش گرفته، فلانی داره طلاق میگیره، فلانی، خواهش میکنم این رو شما. میگفت گزارش تمام روز گذشته رو به من میداد، میگفت این اخبار زنگ میزد، میگفت آخر سر یه روز گفتم خواهرم من با گناه تو دارم شریک میشم، خواهش میکنم این اطلاعات من نده، چون من شما خود وقتی شنیدی برای اون طلاقی ها دعا کن، برای اون خونه که آتیش گرفته دعا کن، برای مشکلات دعا کن، اما به من زنگ نزن به من گزارش بدی. و میگفت گزارش کسایی هم داد که اعضای کلیسای من بودن و باعث مثلا برفض نگرانی من میشد. خب حقیقتا یک کار خیلی سختیه که یک شعبان بتونه در برابر اینجور موقعیت‌ها، شخصیت‌ها تعلیم سخت رو بده. همونطور که مثلا ما اصلا خیلی برای اون تعجبی که عیسی مسیح تو خانه خدا میره و وقتی که میره خانه خدا رو بیزینس کردن اونجا رو به هم میزنه و با میگیم به طور خاص اون اوایلی که کلام رو شما میخونیم عیسی مسیح چه کار کرد؟ مگه میشه عیسی مسیح؟ بله، در زمانی که بی‌عدالتی و بی‌انصافی هست شعبان کلیسا میتونه داد بزنه، بگه چه کاری دارید میکنید؟ فقط گوش نمیکنه کسی. بله. یعنی این نیستش که تصور بگم، و یه خادم خدا همچنین وقتی داره میبینه، اما همه اینها باید در مسیر این باشه که نهایتش صلح میشه، نهایتش عشق میشه. پس کلیسای مسیح بنا شده برای اینکه افراد تقدیس بشن، که توی این مسیر توبه کنن، بله، شفا بگیرن در این مسیر، نیز بتوانن آنچه را که برای زندگیشون مفید هست یاد بگیرن و تقویت کنن خودشون رو به توسط آموزه‌های کلیسا و نیز روح القدس، و در این مسیر در اون متا 5:48 تکمیل بشن، کامل بشن. و برای همین از آزی عزیزم هر موقع صحبت میشه میگه من یاد اون روز میافتم که کلیسا آمدم، چگونه بچه چقدر زیباست که ما به یاد بیاریم خوبی ها رو، به یاد بیاریم محبت ها رو. هرچند طبیعتا جنس انسان یه جوری هستش که وقتی کدورتی به وجود میاره بدی ها رو حتی امکان داره آخریه بدی بوده. مثلا شما فکر کن با یه نفر 5 سال دوستی، بعد ببخشید شما رو مثال زدم، خودم میگم 5 سال دوستم، بعد مثلا فکر کن یک دفعه یه اتفاق میفته همش اونو میرم به همه میگم این کاری که آخه این کاری که به خودش میگه به دیگه. لذا این طریقی نیست که دوستی ها پایدار باشه. باید دوستی ها رو در مسیر یادآوری نیکویی های هم به یاد بیاریم. و من ایمان دارم خداوند عمل خواهد کرد و اون مجموعه کلیسا همونطور که شما گفتید مجموعه هستش که به توسط خداوند و عیسی مسیح سلامتی و شفا است. آزی جان خواهش میکنم، خود شما این مسئله رو مطرح کردید برای آرامش و سلامتی و قوت هموطنانمون و کلیساهای مسیح، به طور خاص کلیساهای فارس زبان، کلیساهای جوان هستیم ما. و باید بیاموزیم، هممون باید بیاموزیم، و این گونه نیست که بگیم که ما دارای سابقه انقدر هستیم در مسیحیت یا 20 سال کلیسا داریم، 40 سال کلیسا داریم. خیلی من کشیشای پیشکسوتی رو میشناسم، مانند برادر ادوارد عزیز، برادر وارتان عزیز که شبانان من بودن در ایران. این عزیزان اونقدر فروتن هستن که وقتی من باشون صحبت میکنم میگم براتون ما هنوزم داریم یاد میگیریم، ناراحت نباش شما باید یاد بگیریم. و امیدی در دل ما قرار نده که ما خسته خاطر نشیم از نوع خدمتی که داریم. لطفاً دعا کنید در این مسیر. فقط قبل از یه دعا کنید، من نمیدونم شاید مشکل کامپیوتر ما هستش، ولی روی فیسبوک من نمیبینم ما زنده باشیم. فقط خواستم اینو به اتاق فرمان بگم اصلا نداریم. آره، یعنی الان ما نیستیم، شاید اینجا نیستیم، شاید هستیم ولی اینجا نیستیم. ولی بفهمید شما دعا کنید. نام خدای بزرگ دعا میکنم، نام عیسی مسیحمون، پدر آسمانیمون دعا میکنیم. ای خدای بزرگ، ازت ممنون هستم. ای خدای بزرگ، ازت ممنون هستیم، با تمام دل وجود دوستت داریم عیسی مسیح ما. دعا
دوستت داریم و ازت ممنون هستیم برای یه همچین ساعتی، برای این روز، هر روزی که چشمامونو باز میکنیم. ای خدای بزرگ عیسی مسیح، ما ازت ممنون هستیم که در کنار ما هستی، در وجود ما هستی. ای خدای بزرگ به خانواده ها و به افرادی که هم هر کس اسم تو رو میاره تو به اونا هستی. ای خدای بزرگ ازت ممنون هستیم که در کنار یکایی که افراد خودت هستی. ازت ممنون هستیم که تو یک مار خونی که در راه تو باشیم. آمین. کمکمون کن که در راه راستی در کنار تو باشیم. ای خدای بزرگ قدمامونو با قدم تو برداریم، فکرامون با فکر تو باشه. ای خدای بزرگ کمکمون که دور از ناراحتی، دور از سخنرانی، دور از تهمت زدن باشیم. ای خدای بزرگ فقط از خودت میخوایم. تو پدر آسمانی ما هستی. ای خدای بزرگ این خانواده ما، این کلیسای ما رو خودت حفظ کنه. ای خدای بزرگ افراد یکیشون به نزد دست خودت میسپرم. ای خدای بزرگ برای هر ایران و ایرانی هر جای که هستن، ای خدای بزرگ دعا میکنیم که دلشون قلبشون تاچ بشه بیان طرف خودت. ای خدای بزرگ عیسی مسیح نجات پیدا بکنن، همونجوری که تو ما رو نجات دادی. ای خدای بزرگ آمین. ازت ممنون هستیم ای خدای بزرگ و ازت خواهش میکنیم برای تمام این ناراحتی ها و سیلا و زلزله هایی که اتفاق میفته. ای خدای بزرگ خود صبر و شکیبایی به خانواده ها بده. آمین. خودت حفظشون کنه. ای خدای بزرگ دعا میکنیم و تمام روز و شبمون، تمام ساعت و زندگیمون رو به دستای پرمحبت خودت میسپاریم. ای خدای بزرگ آمین. در نام پدر، پسر، روح القدس دعا میکنم و دست خود تحویل میگیرم. آمین. 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 آمین که به فیض خداوند همین گونه خواهد بود. ما در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم. آره دیگه این وقت رو میدیم به شما که شما معمولاً یا سوالی یا موضوعی هست. عزیزان من متأسفانه فیسبوک ندارم که از شما عزیزان بشنوم ببینم که مطلبتون چه مطالبی رو گذاشتید. بله الان هستش. بله. برحال خوشحال میشم اگر احیانا فکر میکنم تازه رفتیم به فیسبوک. عزیزان خوشحال میشیم که برنامه ما برنامه زنده هستش. مشروط بر این که موضوع دعایی هست لطفا بنویسید، حتما پیگیری خواهیم که در طول یک هفته در دعا و روزه خواهیم بودش. و اگر سوالی هست سوالاتون رو بنویسید و اگر گواهی هستش تشویقتون میکنم که با ما هماهنگ کنید. در خدمتتون هستیم، این امکانات خدا به ما داده که بتونیم در خدمتتون باشیم و خواهش میکنم مشروط برای اینکه براتون امکان پذیر هست، تلویزیون ما هم در اصل این خدمت ما خدمت کلیسایی هستش که برای نجات هستش، برای اینکه هم کارمون رو گسترده کنیم و بتونیم پایدار باشیم در این خدمت. خواهش میکنم مبلغی رو دعا کنید براش و اون مبلغ رو ماهانه کمک این تلویزیون کنید و خودتون رو عضو تلویزیون شادی بدونید. خوشبختانه شاهد بر این هستیم که اطلاعاتی آمدن ایران دارن برنامه ما رو میبینن روی اپ، یعنی اپ شادی تیوی موفقیت آمیز بوده و همونگونه که قبلا هم عرض کردیم ما سعی نکردیم که با یک برنامه فقط خاص مسیحی که هدف ما این هست باشیم، بلکه برنامه هامون متنوع هست. فیلم های سینمایی سالم داریم، راز بقا داریم، موزیکی های آهنگ های سنتی رو میشنیم، حتی آهنگ های روز رو نیز که میتونه به اون شنونده یک روحیه خوبی رو بده. در کنار برنامه های مسیحی سرود های مسیحی نیز خواهیم داشت. خود منم شخصیتا میدونید که در کناری که برای نجات ایرانیان به فکر هستم، اما به فکر آزادی مملکتمون ایران هستیم توی چارچوب خودمون. در خشم و عصبانیت هرگز با خشونت موافق نیستیم، بلکه بتونیم در این مسیر آنچه را که درست نیست و دولت جمهوری اسلامی داره است، من مدتی دارم میگم دولت اجنبی اسلامی چون مال ایران نیستن که، این دولت اجنبی اسلامی تو ایران رو استعمار کرده داشته باشیم، ما بتونیم این آگاهی رو بدیم. در کنار آگاهی اینم بگم که اونجایی که لازم هست و میبینیم درست نیست، ما به هیچ وجه این دولت رو اطاعت نکنیم و مبارزه سالم داشته باشیم به فیض خداوند که ایامی که در پیش داریم ایامی باشه که کشور ما ایران آزاد بشه و یه روز همه ما توی ایران بتونیم، اونهایی که خارج از ایران هستن، در کنار هموطنانمون روبرو اونها رو خدمت کنیم. آمین. و نام خدا رو جلال بدیم و خدا رو شکر برای ایماندارانی که در ایران هستن و بله.
به ندرت شده یک شخص از ایران زنگ بزنه. خب شما با من هستید الان در طول این سالها که حتی پشت صفحه تلویزیون براشون دعا کردیم، خدا دعای اینها رو شنیده و اجابت کرده، مسیح شفا داده. بله. قلب چقدر مهمه. بله. و میدونستید چرا حالا قبل از این مطلب چرا عیسی مسیح میگه در شهر خودش ناصریه نتوانست، کلام خدا میگه، معجزه کنه؟ نه اینکه قادر نبود، بله، بلکه انقدر شایعه بر علیه عیسی مسیح تو خود همون منطقه ناصریه بود، میگفتن آخه این که یه بچه نجار هست، حالا این میخواد شفا بده، و انقدر ضد مسیح صحبت کردن که اجازه ندادن برکات رو از عیسی مسیح بگیرن. متاسفانه در خارج از کشورم ما چنین موقعیت هایی رو میبینیم، به خاطر آزادی که در اروپا هست، آزادی که در آمریکا هست، ما چه خادمین خوبی داریم با مسح‌های خوبی که خدا مسحشون کرده، با عطایایی که کلام خدا میگه برای نبوت، برای شفا، برای معجزات، عطای ایمان که کارهای بزرگ میکنن. اما از اونجایی که میلیون‌ها صدا شنیده میشه در طول روز، این افراد میشن لوس، یعنی دیگه اونها رو به چشم روحانی افراد نمیبینن. میگن حالا این آدمی که کت شلوار داره، کروات داره، شوخی هم میکنه، علاوه بر شخصیتای مثل من که شوخی میکنم، حتی برنامه سیاسی هم داریم، میگن حالا این میخواد دعا کنه ما شفا بگیریم، این میخواد امتحان بکنه. و این آره، این موضوعی هستش که متاسفانه کمبود ایمان عزیزان باعث میشه که اون برکت تو زندگیشون وارد نشه. ولی البته ما اینجا هم شاهد بر این هستیم که خداوند خیلی یارو دستگیری کرده، شفا داده، نجاتشون داده. بله. و خدا رو شکر در برابر چشمامون هم هستن. ولی عجیب، افغانستان، تاجیکستان، ایران، من کشورهای اسلامی دارم، بله، بله، اینها با اون دلایی که دارن، با اون سادگی وقتی تماس میگیرن براشون دعا کردن، نه من، آزی جان دعا کرده و اون برکت رو از دستان خداوند گرفتم. پس خیلی مهم هستش نگاه من امروز چگونه است. همون منم همینشی گفتم، اول باید خودت سعی در قبول داشته باشی که هست و میگیری و حالا بهش میبینیم چی میشه. من بارها گفتم، دوستا گفتم ببرات میخوای دعا بکنیم، دعا کنیم، خب میخوای دعا کنم، گفتم نه اینجوری دعا نمیکنم، تو باید بخوای، باید بدون ایمان داشته باشه تایید که خدا حرف داره گوش میکنه. براه. خدا اون جوابو بهت میده، تو اگه ایمان داشته باشی جوابو میگیری و واقعا وقت من دعا میکنی و تو جواب میگیری، ولی نه هرچی بشه، نه هرچی بشه نی، داری با خدای خودت حرف میزنی، با یه آدم معمولی حرف نمیزنی، از خدا میخوایم که خدا گفت بکوب باز میکنم، بپرس جواب میدم. حالا اگر این شخص، حالا ببخشید نمی کرد، حالا اگر این شخص رئیس جمهور کشوری یا نماینده مجلسی بره بهش بگه تو چی میخوای من برات مهیا کنم، هیچی نمیگه؟ میگه یعنی میتونی؟ من یادم از سالها پیش سوئد بودم، همون جایی که دستمو دراز کردم یه کره بردارم، یه دستی هم دراز شد، مثلا یه شیر برداشت، بعد صحبت کردیم، به من گفتش که از کجا میای؟ گفتم از ایران. بعد گفت وای اینجا همه چیز برات خوبه. گفتم خدا رو شکر. گفت کاری هست من انجام بدم؟ تو دلم گفتم برو بابا، تو کی هستی میخوای برای من انجام بدی؟ کی هستی؟ گفت من نماینده مجلس هستم. آخه میدونی که اصلا اونجا کشورهای اسکاندیناوی واقعا دولتمنداشون خیلی فروتن هستن، یعنی یاد نگرفتن، پادشاهاشون رو شما به راحتی تو خیابون میتونی ببینی و جای تعجب نیستش. بل. حتی کاخاشون مثل پارکه، مردم میتونن برن بیان توی اون محیط اونجا. این گونه یاد نگرفتن که برفض بیان پادشاه حالا چه توی موقعیتی هست اینا. در هر صورت من اصلا حرف اینو قبول نکردم، تموم شد. بعد چند ماه توی مهمانی که افراد سیاسی اونجا بودن، افراد سیاسی ایرانی هم اونجا بودن، من این شخص رو دیدم، بعد یکی من گفت رسول جان میخوای تو رو معرفی کنم به فلانی، آقای دکتر فلانی توی مجلس خود سوئده. گفتم ای چطی میگی؟ اون روز اومدی ما تو فروشگاه، این اصلا خودش به من گفت و من هیچی نگفتم. امروز خدا که پدر ماست، بابای ماست، واقعا میگه در نام من بطلب، در نام مسیح بطلب، اگه دو نفر هستید در نام عیسی مسیح بطلب، هر آنچه بخواید به شما
داده خواهد شد. این رو باید ما نگاه کنیم. نه به تیپ شخص نگاه کنیم، نه به اون. حتما حتما باید فرزندان خداوند نمونه های خوبی باشن. حتما باید آنطور که خداوند بهشون داده تو اون امنیت که روحانی نیز قرار بگیرن برای چشم مردم. بله. اما ایمان من چقدر هست؟ مثلا یه خواهری هست 8 ساعت رانندگی میکنه، معمولا میاد کلیسا. حتی شاید ماهی یه دفعه بیاد، دو ماه یه بار بیاد، و هر موقعی که میاد یه گواهی داره. میگه بعد از اون روز اومدم برای این موضوع دعا کردی، انجام شد. حتی من بهش میگم خواهش میکنم زنگ بزن. 8 ساعت میگه نه، من میام برکت بگیرم. نگاه ما چگونه هستش به آنچه کلام خداوند گفته؟ این خیلی مهم است. منم همین، من خودم اینو، من 8 ساله شاگرد شما، ولی خودم اینو واقعا تجربه کردم. ایمان دارم، البته چیزای خیلی غیر معقول آدم نمیخواد، ولی چیزای زندگی رو واقعا، چیزی که طوری که نگاه میکنه، البته خدا گفته بزرگ بخوا، تو من هیچ محدودیتی نمیذاره خدا برای ما که ما چی میخوایم. بله. و گفته بدون محدودیت هر چی میخوای بگو، ولی خب هر چی که زندگی معمولی ما به سلاسید میکنه، مثلا سلامتی بچه هم، پول برکت روزانم، این چیزا رو معمولا آدم میخوان. ولی همونم، من هر شب که دعا میکنم از ته دل میگم، و واقعا الان من خیلی چیزا رو تو این چند ساله، چیزی که واقعا یاد گرفتم، واقعا ایمان دارم، واقعا ایمان دارم، از خدا خواستم. و یه چیزی که خواستم که برام مشکوک بوده، که بدون اینکه به کسی تهمت بزنم، بدون اینکه کسی رو ناراحت بکنم، از خدا خواستم که برای من روشن بکنه. یا برای هر چیز دیگه، وقتی شب دعا میکنم، صبح که بلند میشم میگم خدای با من حرف بزن، وقتی حرف میزن الان میگم خدای شکرت. آمین. واقعا خدای شکرت. همونجوری که میگی واقعا بخوا که بهت، واقعا هم همونجوری. خاطر همین میگم عزیزان، اگر تجربه نکردین تجربه کنین، بیاین کلیسا، بیاین یک دفعه، بیاین خودتون، فقط یک دفعه بیاین خودتون امتحان بکنین. آمین. میبینین که چه چیز خوبی رو تجربه کردین. اگر موافق هستید موضوعی که میخواد الان مطرح کنید، بریم یک سرود ببینیم و برگردیم که در خدمت شما باشیم برای اینکه اون موضوع رو دیگه بتونیم کاملا تمام کنیم. هموطن عزیز با ما باشید. بازم تشویقتون میکنم، روی فیسبوک میبینم که دارید ما رو میبینید، پس بنابراین میتونید مطالب دعاتون رو بنویسید، و اگر سوالی هست در خدمت شما هستیم. میریم و برمیگردیم. زنان سرود خانیم، شادی کنان همدش گوییم، شکرش گوییم همدش خانیم. جلال بر نام خداوند، پوری روح را طلبیم، شکر و تسبیح به جا آریم، شکرش گوییم همدش خانیم. خدای ما شایسته است، مسیح خدایم، توی امیدم، مالک جانم، تو پادشاهم، صلیب توست پیروزیم. مسیح خدایم، توی امیدم، مالک جانم، تو پادشاهم، صلیب توست پیروزیم. شکرش گوییم همدش خوانیم، جلال بر نام خداوند، حضور او را طلبیم، به صحن او وارد شویم، شکرش گوییم همدش خوانیم. خدای ما شایسته است، مسیح خدایم، توی امیدم، مالک جانم، تو پادشاهم، صلیب توست پیروزیم. مسیح خدایم، توی امیدم، مالک جانم، تو پادشاهم، صلیب توست پیروزیم. مسیح خدایم، توی امیدم، مالک جانم.
تلویزیون شادی تحت پوشش سازمان ونگارد پیس میکر در صدد گسترش خدمات خیش می باشد. لطفاً جهت حمایت به سایت www.pwoc.church مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن های 818-263-7724 818-716-4-0 تماس حاصل فرمایید. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون که ما رو روی شادی تلویزیون شادی تیوی میبینید، همچنین روی فیسبوک. برنامه ما در این زمان برنامه زنده هست، با خواهر عزیزم آزی جان هستم که لطف میکنن تشریف میارن. به کمی مطالب در تو با کلیسا پرداختیم و حالا میخوام ببینم آزی عزیز در تو موضوع دوست داره چی هست که باعث برکت برای شما عزیزان باشه. بله، این یه چیزه معمولی زندگیه که آدم باهاش در روز در تماسه. میگیم این همه میبینیم که مثلا بیاد بگیریم که از تو کلیساها، از تو که برای زندگی بهتر کردن توی مثلا رسانه های معمولی، توی کلیساها، توی این ورومر آدم میگه چه جوری زندگی بکنه، راهو یاد بگیر زندگی خوبی داشته باشیم. ولی این همه بدی میبینیم، این همه به صلاح چیزای دیگه اتفاقا میفته. همینه که بالاخره این برنامه ها به کجا کجا باید برسه؟ از ناگفته نمونه، از همون ابتدایی که آدم و حوا از باغ عدن رونده شدن و از اون خرد و اون حکمتی که به توسط روح القدس به اونها داده شده بود دور شدن و فریب شیطان را خوردن. و اونجا میگه که شیطان، البته اصطلاحا میگه چشمان اونها رو باز شد، کلام خدا میگه شیطان اونو گفت دست چشمان روحانیشون بسته شد، چون که بعد از این که میبینیم که اعلام میکنه چشمشون باز شد، آدم و حوا بیشتر تو مشکلات افتادن و توی سختی ها گرفتار شدن. تا به امروز بوده، مسلما تعالیمی هم بوده، مسلما روی تجربه بوده و امروز که خدا رو شکر ما علم روانشناسی رو داریم. بله واقعا. که کمک انسان ها میخواد بکنه برای زندگی سالم. و در کنار این داریم میبینیم همون که شما خودت گفتی، این همه مطالب میشنویم، مجموعه مختلفی هستش. بله، ادیان مختلف. هیچ کدوم بله. کدوم دینی هست بیاد بگه که دروغ بگو؟ بله، کدوم باورمندی هست؟ حتی ایدئولوژی های خیلی سخت که من میگم ایدئولوژی اسلام و ایدئولوژی کمونیست، هر دو تا ایده خیلی سخت هستن، همیشه سعی میکنم اون تابلوه که در برابر چشمان مردم هست رو تابلویی باشه که هر کی نگاه کنه خوشش بیاد و مورد پسندش قرار بگیره. بله. چه برسه به ادیان و مذاهبی که هستن روی زمین و حالا دیگه روی اینترنت که هستش و بله. روی فیسبوک، روی اینستاگرام و تلگرام و همه بله. درست میفهمم، همه دارن صحبت از این میکنن که خوب باشیم، خوب زندگی کنیم. با توجه به متخصصینی که ما الان داریم خدا رو شکر برای وجودشون، حالا چه به عنوان کانسلرهای خانواده و چه به عنوان مشاورین و چه به عنوان روانشناس ها، اینا همه دارن صحبت از این میکنن که خوب باشیم و چگونه هستش که باز انسان اسیر هستش در اسارت هست. اگر لطف کنیم بریم با هم یه بله. نامه کلوسیان که میدونیم نویسنده پولس رسول هست، باب 3 از 1 تا 17 رو داشته باشیم و نگاهی بکنیم ببینیم چی میگه. اینو خب چرا ما بلافاصله به کلام خدا رجوع میکنیم؟ بله. اگر باز این دوباره ایمان هست هموطن عزیزم، اگر ما به کلام خدا ایمان داریم، مسلم بدونیم که روی ذهنیت ما تأثیر میذاره و همین کمک من خواهد کرد که بله. به آنچه که میاموزم عمل کنم واقعا. اما اگر من این باور رو ندارم که میگم آره میتونه قسمتی از این کلام کلام خدا باشه، میتونه قسمتش نباشه، نظریه مثال پولس رسول باشه گفته، باز دوباره اون تأثیر رو نمیذاره. پس من باید یک ایمان 100% داشته باشم. پس همون شک پیش میاد. بله، من فقط میگم اون شک رو نداشته باش. من از خدا میخوام که خود این شک و دلیر از من ببر. بله، که بله. توی هر مرحله زندگیم فرق نمیکنه که چرا. حالا اگرم شک میاد اشکال نداره، طبیعتا ما انسان هستیم شک میکنیم. بله بله. اما شک رو نباید
رهاش کنی تو ذهنت. بله. باید یک سوال درست برای اون شک داشته باشیم، چون سوال اگه اشتباه باشه باز میافتیم توی دایره از مبحث و بحث های بی خودی. بله. که به هیچ نتیجه. اگه سوال درست باشه اون زمان هستش که ما میتونیم جواب خوبی داشته باشیم و بعد میبینیم که سوال خوب ما باعث شده که اون شک برداشته بشه و به جای اون روش درست که ایمان هست جایگزین بشه. نه. اندیشمندی اعلام میکنه تک تک اندیشه های شما روی تک تک سلول های شما نیز تأثیر میذاره. پس اگر این گونه هستش روی رفتار من نیز تأثیر خواهد گذاشت که من چگونه زندگی کنم. باز کلام خدا، چون سوالی که شما اگه امیدوارم اشتباه فکر نکرده باشم، چرا مثلا با این همه نیکویی هایی که عنوان میکنن ما در بدی ها اسیر هستیم. بله. کلام خدا من میگه ریشه همه بدی ها طمع هست. یعنی اون زیاده خواهی ما هستش. از اون اعتدال که گفتیم اعتدال ریشش به عدالت برمیگرده، که رسیدن به اون هدف خلقت و تولید هر چیزی که علتش هستش، که باز اون جمله برمیگرده به حقیقت، که حقیقت خلقت و حقیقت تولید هر موضوعی چی هستش. اگر توی اون مسیر ما قدم برداریم مسلما زندگی معتدل خوبی داریم. بلد. اما وقتی زیاده خواه میشیم اونجا هستش که ما آسیب به زندگی خودمون و همچنین دیگران میزنیم. اما ممنون میشم که کلوسیان باب 3 زندگی چاسته در مسیر زنده خواهر عزیزمون میخونن. عزیزان اگر خودتونم کتاب مقدس دارید میتونید باز کنید و نگاهی داشته باشیم که ببینیم. اینم فراموش نکنیم عزیزان، این کلام رو داره با ایماندار صحبت میکنه. این کلام با مخاطبش بی ایمان نیست. خیلی ها فکر میکنن که داره به بی ایمان میگن این کار. نه، اونا که باور ندارن این کلام رو. پولس رسول داره با ایماندارایی صحبت میکنه که تو کلیسا میرن، مسیح خداوندشون هست. بله. اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده اید، به برکت و شادی های آسمان چشم میدوزید، جایی که مسیح در کنار خدا بر تخت عزت و قدرت نشسته است. آمین آمین. پس این امیدی هست که کلام خدا میگه، داره میگه من و شما هموطن عزیزم که مسیح ایمان داریم جایگاه خودمون رو بدونیم. که خداوند ما رو تشویق کرد توی جایگاه بسیار خوبی. خوب. که در ذهن، در سخن، در موقعیت این امید رو داشته باشیم ما فرزند خدا هستیم، ما شاهزاده هستیم، ما پادشاهان هستیم. و دو تا عنصر قوی زندگی سالم که یکی اتوریتی و اقتدار هست رو داره میده و یکی قدرت اجرایی رو داره میده به توسط روح القدس به ما میده. بله. همواره به آنچه در آسمان است بیاندیشید و برای امور این دنیای زود گذر قصه نخورید. پس آنچه را که حکمت خداست، آنچه را که به خاطرش من و شما آفریده شدیم، تمام تدبیرهای زندگی ما اگر در این مسیر قرار بگیره مسلما محصول و میوه خوبی میده. واقعا. باعث خستگی ما نمیشه، حتی کار روزمره. اگر من کار خودم رو گره بزنم به هدف خلقت که من باید شکل خدا بشم، مسلما اجازه نخواهم داد با یک دروغ، با یک ریا، حتی با شک، حتی با ترس، حتی با ناامیدی عزیزان من کار کنم. من ایمان دارم کاری که انجام میدم در راستی هست، در صداقت هستش، دروغم نخواهم گفت حتی اگر منو بیکار کنم. من اون موقعیت و نیاز خودم رو گره زدم به رویای خداوند، به هدف خلقت. پس من تو جایگاه درستی هستم، مواظب سخنم هستم، نوع رفتارم هستم و ایمان دارم من پیروز خواهم شد. بله. به این دنیای فانی همانقدر دل ببندید که یک شخص مرده دل میبندد. یعنی هیچ فایده نداره، هیچ ارزشی نداره. و چشم هم بزنیم گویا که باید بریم آسمان. پس مدت طولانی نخواهیم بود. همه عزیزانی که به حال عمری ازشون گذشته، همچون خود من آزی عزیز، هرچند جوان هستیم ما، هنر بیستانمون نشده، ولی همه ماهای اصلا من فکر نمی کنم، باور کنم، من یه مقصد میام عمرم میخوام فکر کنم، انگار همین الان بود که ما بچه بودیم، بازی میکنم تو مسیر مدرسه بودیم، تازه انگار رفتیم خواستگاری یا بچه همون به دنیا آمد، اونقدر سریع در ذهن ما میگذره که فکر نمی کنیم
برفرض بیش از 50 سال عمر کردین. ببخشید من خودم میگم، خانم چون آره جسارتی نمیشه بهشون کرد، ولی اصلا حدس نمیزنیم واقعا. واقعا مثل یه سایه است انگار از زندگیت گذشت و تموم شد. بله. پس حیف نیستش که ما هدفی مقدسی مانند شکل خدا شدن در عشق محبت رو بیایم قربانی بکنیم برای این چند روز. بله. زیرا زندگی واقعی شما در آسمان است همراه مسیح در حضور خدا. یعنی منظور از زندگی حقیقی هست. میدونم که بین واقعیت اینجا خب مترجمی رو چون کتاب تفسیری هستش، بین حقیقت و واقعیت تفاوتی هست. اینی که حقیقت علت خلقت و تولیده، واقعیت تبدیل حقیقت هست. پس اینجا فرق میکنه، میگه اون ما به خاطر اون حقیقت، حقیقت متا 5:48 هستش و پیدایش 1:26-28 هست که میگه بند. خدا انسان رو شکل خودش آفرید. این حقیقت هست. از این حقیقت اگر ما دور بشیم، زندگی ما آلوده به گناهان میشه و نقطه ضعفی که توی جهان هستش. بله. وقتی مسیحی که زندگی واقعی ماست بازگردد، شما نیز با او خواهید درخشید و آمین. جلال و شکوه او شریک خواهید شد. پس داره میگه عیسی مسیح میاد. آمین. عیسی مسیح همون گونه که رفت آسمان، یه روزی آمین. دوباره میاد با جسمش و اینو بدونیم که وقتی که میاد ما باید آماده باشیم. آمین. عزیزم، تاریخ آمدن مسیح رو هیچ کس نمیدونه. پس هوشیار باشید اگر احیانا اخباری، خبری که این روزا ما میشنویم روی سایتی میاد، آخ ستاره ها اون ور رفته، حالا اینجا اینجوری شده فلان روز، خواهش میکنم عزیزان به این بازی ها نریم. خود مسیح گفت هیچ کس نمیدونه غیر از خدای پدر. حالا میگیم چرا؟ اولا مسیح 100% انسان بود، درست 100% الوهیت الهی هم داشت، اما اونجا که داره صحبت میکنه در این رابطه به عنوان یک انسان داره صحبت میکنه و میگه هیچ کس نمیدونه. بله، واقعا یک انسان نمیدونه مسیح که میاد. حالا میگه چرا؟ چون شیطان نباید بدونه مسیح که میاد. فراموش نکنیم در باغ عدن زمانی که آدم و حوا قبل از اینکه فریب بخورن، خداوند بهشون گفت از درخت نیک و بد و درخت حیات استفاده نکنید. شیطان چیزایی میدونست اما همه چیزو نمیدونست. و چون شیطان اصلا مال اون باغ عدن نبودش، شیطان میگه شکل مار اومد. مار توی صحرا باید زندگی میکرد، این عدم توجه آدم بود. مرد باید مواظب زندگیش باشه، مسئول خانواده باید باشه، چون خدا اون رو مسئول خونده. مار اونجا تو باغ عدن اگر بود، مقصر اصلی آدم بود. و وقت گذاشت و وقتی که شیطان با حوا صحبت کرد، حوا بود که گفت از اون درختی که وسط باغ هست. شیطان نمیدونست اون وسط باغ هستش. برای همین هست عزیزان، هوشیار باشید، راز و سکرت زندگی تو به خدا بگو، بی خودی همینجوری اعلام نکن، چیزی رو هوا نگو که شیطان هم متوجه، اون فکر تو رو نمیتونه بخونه. هموطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردی، چرا که اگر مسیح ایمان آورده ایمان داشته باشی، خداوند حفظ میکنه فکر شما رو. پس خدا نمیخواد شیطان بدونه که، لذا فراموشم نکنیم. این یکی مورد. موقعیت دیگه این هست که انسان آزاد آفریده شده. کلام خداوند میگه مسیح زمانی میاد که خبر خوش نجات به گوش همه رسیده و اون مسئولیت هم به من و شما داده، که میبینیم خدا رو شکر که این روزها به توسط این تکنولوژی اینترنت و کامپیوتر چگونه ماهواره داره این خبر خوش نجات به گوش مردم میرسه. اما خواهش میکنم به طور خاص نسل جوان که یک هیجان خاصی دارن وقتی که اخبارها، حتی اخبارهای مسیحی روی بیخردی میگن بر اسم این ستاره و فلان، نمیخوام توی اون موقعیت برم، فلان روز عیسی مسیح میاد، عزیزان نمیتونه حقیقت داشته باشه، چون مسیح گفت هیچ کس خبر نداره. بله، بفرمایید. پس به گناهان این دنیا نزدیک نشوید. هوس‌های ناپاک رو که در وجودتان کمین می‌کند نابود سازید. ما می‌دونیم که کلام خداوند میگه، میگه شیطان پادشاه این زمین است. و در رومیان 2:12 نیز می‌خوانیم که اعلام می‌کنه که همشکل این جهان نشید. رومیان 12:2 اعلام می‌کنه همشکل این جهان نشید.
چرا که آموزه های این جهان، نه که همهش بد باشه، آموزه های این جهان ما رو میتونه در مسیری برخلاف علت خلقت قرار بده، هدف اصلی خلقت قرار بده، پس مسلما هلاک خواهیم شد. بله. هرگز خود رو با گناهانی چون بی‌عفتی، ناپاکی، شهوترانی و هوس‌های ننگین دیگر آلوده نکنید. خب اینو داره به ایماندارا میگه. پس ایماندارا در کنار اینکه کلام خدا رو دارن، ایماندارا در کنار اینکه روح القدس رو دارن، ایماندارا اشتباه و گناه میکنن بدون تعارف. یعنی شما نمیتونید انتظار داشته باشید. پس اگر یک نفر اشتباه میکنه که گناه میکنه، گناه بعدی میدونید چیه؟ کسی میکنه که بر او داوری بد میکنه. بله. میباید اون شخص رو تعلیم داد. نه رسواش کرد، بلکه کمکش کرد، محبتش کرد، پناهش داد تا بتونه یاد بگیره. درسته پولس رسول داره اینجا صریحا تمام مطلب رو خیلی افشا میگه، اما خطاب به یک شخص نمیکنه. خطاب به کلیسا همون گونه که من دارم از کلام خداوند و خواهر عزیزم آزی جان اعلام میکنیم، ما خطا به انسان نمیکنیم. بله. داریم کلن کلام خدا رو میگیم، این کلام برای من هست، برای ایشون هست و برای تو هموطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردی. پس تعجب نکنید یه دفعه تو کلیسای یک ایمانداری جایی یه اشتباه گناهی میکنه. اگر شما میبینید و من میبینم، علتش این هست که خدا خواست من و شما کمک اون کنیم، نه اینکه اون شخص رو رسوا کنیم. من فکر کنم در طول این 9 سال حداقل 20 بار از عضوی از کلیسا شنیدم که گفته بعد رسول چون فلانی اینجاست این گناهو کرده من از این کلیسا میرم. و این اشتباه است. کجا میخوای بری که یک کدوم جامعه، کدوم کلیسایی میخوای بری که در اون کلیسا کسی نباشه که گناه نکرده باشه؟ اگه این گونه بود که اصلا طرف روبوده میشد میرفت، شخص اصلا میمردش دیگه، تمام بود، جسمش میذاشت، روحش میرفت پیش خدا. ما اینجا هیچ کدوم کامل نیستیم، به اصلا هدفمون هم این نیست که ما بگیم روی زمین ما 100% کامل میشیم. اصلا ما در مسیر کامل شدن حرکت میکنیم، اما چون ضعفی که در جسم و روان من هست و تجربیات من و امیال کهنه من و تمام اون موقعیت رفتاری من که شفا نگرفته، من هنوز شفا نگرفتم. چرا کلام خداوند میگه به یک نوع ایمان خدمت نده؟ تشویق میکنه ما تعلیم بدیم افراد رو. بعد چون میگه مبادا از عدم آگاهیش مغرور بشه و غرورش اجازه نده دیگه رشد بکنه، از کلیسا بزنه بیرون، چیزایی ببینه باعث لغزشش بشه و انتظار دیگه ای داره و به نوع دیگه ای عمل بکنه. مانند این هستش که کودک 5-6 ساله که به هیچ وجه اطلاعات درستی از رانندگی نداره، گذشته مسئله قانونیش، بذارنش سوار ماشین بگن حالا تو رانندگی بکن. و این کار اشتباهه. من خودم این اشتباه تو کردم و براش توبه کردم. علتش اینه که کلیساهای جوان معمولا خادمی رو دوست دارن زودتر به خدمت بگیرن تا این کلیسا بتونه اون سرویستگی درستش کنه، ولی بعد از این مدتی آسیب میخوره اون کلیسا. بعد از این مدتی اون شخص کم کم همین که به یه جای دیگه میره صدای منفی رو میشنوه، یه نفر صحبت منفی میکنه بر علیه اون کلیسا گوش میکنه، و وقتی گوش میکنه خوراکش میشه از 11 تا 17 عزیزان برابر صدای منفی تأثیرش بیشتر از صدای مثبت هستش. حتی تو که ایمان داری، فرزند خدا هستی و من که کشیش هستم، رو ما تأثیر میذاره. پس باید ایمانداران اول تعلیم بگیرن، رشد کنن و بعد خدمت رو شروع کنن. حتی اگر تو هم وطن عزیزم در کلیسایی هستی، شبان شما بهتون میگه بلا فاصله خدمت کن، بگو من باید برم دعا کنم، و بعد میگه چه خدمتی، بهش بگو میشه برای من کلاس بذاری؟ من اول باید یاد بگیرم تا خودت رو بتونی در این مسیر قوی کنی، مبادا آسیب بخوری. بله. به چیزهای خوش ظاهر این دنیا نیست طمع نورزید، چون طمع نوعی بت‌پرستی است. بله. آنانی که مرتکب چنین اعمالی میشوند یقینا گرفتار خشم و غضب خدا خواهند شد. خب خشم خدا، فکر کنم جملات قبلش کاملا واضح هستش. بل. که هوشیار باشیم نسبت به تبلیغات این دنیا.
خیلی باید هوشیار باشیم و حتی میخوام بگم نسبت به آنانی که کلام خدا رو به شما میآموزن و خدا رو شکر برای وجودشون هوشیار باشید عزیزان. این که کشیش رسول بذارید خودم میگم جملات خوب میگه، صحبتهای خوب میکنه، خوب میگه، آیا مطابق کلام خدا کشیش رسول داره صحبت میکنه یا نه؟ اینو از فیلتر کلام خدا بگذرونید و اگر به تایید کلام خدا هست انجام بدید با یک معلمی در دمامت همه موضوعات میدونم نه، ولی خب بعضی موضوعات ما میمونیم مثلا ما مسئله این که میگیم سرنگون با برفرض دولت اجنبی اسلامی، خب خیلی ها با ما هم عقیده نیستن، خداش بر وجودشون اشکال نداره، ولی آیا یک باره نمیتونیم بگیم آ جپه بگیریم بگیم نه، جپه بگیریم بگیم آ خیلی هم خوبه ما باید نه، لطفاً از فیلتر کلام خدا بگذرونید و اگر درست هست آنچه که کشیش رسول داره میگه اون رو نیز انجام بدیم. پس اجازه ندیم هیچ تبلیغی رو ما عمل کنه مگر اینکه اون رو از فیلتر کلام خدا بگذاریم. آیا مطابق کلام خدا هست یا نه؟ کلام خدا به ما داده شده. اصلا وقتی میگیم کلام خدا یعنی ما پذیرفتیم این اصل هست و حتی بعضی موقع اگر ما یک جایی میمونیم نمیدونیم در رابطه با این موضوع که کلام خدا گفته تو این شرایط ما چه کار باید انجام بدیم، من ایمان دارم که اون نویگیشنی که در من و شما هست، اون روح القدس عزیز به ما میآموزه، معلم ما که در اون موقعیت چه کار کنیم. من در طول این 20 سال حقیقتا این گونه بوده که حتی تماس گرفتم با شبانان پیشکسوت که هستن، از اونا مشورت گرفتم و اونها منو توی جایی گذاشتن که حالا خودت باید تصمیم بگیری. همه چیزو نمیتونی بگی مثلا به طرف این کارو بکن. بعضی موقع از توی شرایط خودت هستی باید تصمیم بگیری. خب من دعا کردم، دیدم روح القدس منو هدایت کرد این کارو نکنم یا این کارو انجام بدم. پس ما روح القدس رو داریم، احتیاج به رساله کشیشا نداریم که بگیم یک کشیشی باید به من یه رساله‌ای بده، یک توضیح مسائلی بده، من اون رو انجام بدم. چون قوت خدا به توسط روح القدس در ما هست. بله. شما نیز زمانی که هنوز به این دنیای گناه آلود تعلق داشتید، اسیر همین عادت‌های شرم‌آور بودید. بله. پس باید هوشیار باشیم عزیزان. یک ایماندار، یک عاشق. یک شب در این راتین صحبت کردیم. عشق من باید در صداقت راستی باشه. بله. من نمیتونم بگم من عاشق هستم اما دروغ میخوام بگم. عشق دروغ نمیگه. عشق حسادت نمی کنه. پولس رسول بسیار زیبا میگه در اول قرنتیان باب 13 4 الی 7 عشق کینه و نفرت نداره. عزیزان عشق نمیتونه توی جایگاهی باشه که غیبت بکنه. اگر هنوز من رسول به عنوان کشیش حتی یا اصلا کشیش نیستم دروغ میگم، غیبت میکنم، بدی میکنم، نفرت دارم عزیزان، دزدی میکنم و کارهای بد انجام میدم، من عشق به مسیح رو هنوز نفهمیدم کامل. نمیخوام بگم من رو کامل نفهمیدم. من باید یاد بگیرم عاشق در راستی زندگی میکنه، عاشق در محبت زندگی میکنه، عاشق به حکمت عمل میکنه. عزیزان عشق ما چون از مسیح گرفته میشه. بله، عشق ما عشق انسانی نیست که با یک هیجان باشه و یا هورمونی که در سیستم مغزی من مواد شیمیایی رو تولید میکنه در سن خاصی و من عاشق موقعیت های اطراف زندگیم خواهم شد، دارای نوع استعدادی هستم. عشق به خدا متفاوت. عشق به خدا با خودش حکمت رو میاره. در نامه یعقوب 3:17 ما میخونیم میگه آن حکمتی که از آسمان از طرف خدا میاد این نیز باعث آرامش و صلح هست. پس من میباید در این مسیر میگم اگر من عاشق هستم، اینو داره پولس رسول میگه، میگه ای عاشقان چرا دروغ، ای عاشقان چرا زنا و خیانت، ای عاشقان چرا غیبت میکنید، ای عاشقان چرا بدگویی میکنید، حتی من میخوام بگم ای عاشقان چرا میترسید، ای عاشقان چرا ناامید هستید، ای عاشقان چرا خسته دل هستید. عاشقان نمیتونن با آنچه که به عنوان محصولاتی از طرف شریر اومده زندگی کنن. ما محصولاتمون همون گونه که در غلاطیان 5:22 اشاره میکنه تواضع محبت هستش، مهربانی هستش، فروتنی هستش، پرهیزکاری هستش. 9 نکته رو داره اشاره میکنه. عاشقان اینگونه زندگی میکنن و نمیتونن
با بدی ها برن. مطالب بسیار زیبا بله، هستش. خیلی. متاسفانه وقت ما تموم شده. با تشکر و سپاس از آزی عزیزم که میدونم آزی جان همونگونه که بارها گفتین هنرپیشه هالیوودی ما هستن و ازشون هم خواهش کردم که لطف کنن تصاویری داشته باشیم، یه روز میخوایم ببینیم فیلمایی که بازی کردید. ولی واقعا آزی جان با فروتنی، با عشق، با اینکه خب داره خانواده هستن، حتی همسرشون در حضور خدا هستن فوت کردن، ولی کن فرزندان دارن و نواهای خوشگلی دارن و با عشق زندگی میکنن. عشق خدای بزرگ که داشته باشی، عشق به همه چی داری. آجام. واقعا خدا رو که در کنارم دارم همه رو قشنگ میبینم. آمین. 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 خدا بشه. باعث افتخار ما هستید و تو هم وطن عزیزم که مسیح ایمان دارید، امروز از کلام خدا آموختیم با عشق زندگی کن. آمین. از بدی دور باش. آمین. از کینه و نفرت. عشق کینه و نفرت نداره. عشق بدی نداره. عشق نه غیبت میکنه، نه غیبت رو میشنوه. خیلی مواظب باشید. غیبتی که میشنوید هم قدم هستید با غیبت گو، چه درست و چه نادرست. ما اونجا نیستیم که عشق نمیتونه زباله هایی که توی دنیا هست رو با خودش هم کنه، چون باعث داوری بد خواهد شد و شما محکوم میشید مانند اون شخصی که داره با کینه و نفرت غیبت میکنه، بدی میکنه و هر کار دیگه که انجام میده. در انتها میخوام برای شما هموطن عزیزم دعا کنم. نسبت به نیاز و حاجتت اگر سلامتی هستش نیز لطفاً دست بذار اون قسمت بدنت که درد میکنه و یا اینکه احساس بدی داری نسبت به اون قسمت بدن که خداوند تو رو شفا بده. پدر عزیزم حقیقتاً ممنون شکرگزار هستیم برای کلام زندت، برای عشقی که به ما دادی، برای محبتی که خداوند از آسمان جاری شد تا باعث نجات ما بشه. خداوند بهره آن کار عظیمی که یگانه پسر روحانیت خداوندمون عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد، هرچند مرد اما پس از 3 روز قیام کرد تا ما که به او ایمان آوردیم قیام کرده باشیم و هرگز هلاک نشیم بلکه حیات جاویدی داشته باشیم. هموطنان عزیزم رو به حضورت میارم. ای خدا از تو میخوام در مرحله اول پوری روح القدس رو به عزیزان بدی، قوت تو با عزیزان باشه. آمین. و این تو باشی که آنان را خداوندا مطابق فیضت برکت بدی. آمین. نسبت به هر نیاز و هر حاجتی ای خدا، چه سلامتی هست ای خدا، چه موقعیت روحانی و چه موقعیت مالی هست، کشور عزیزمون ایران و ایرانیان رو به حضورت میارم و از تو میخوام خداوندا تو اندیشه کن برای آزادی ایران. میدانیم هیچ دستی ایران رو آزاد نخواهد کرد مگر تو که خدای بزرگ پدر ما ایرانی ها هستی. ممنون و سپاسگزاریم و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین. برکت خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الاباد. آمین. تلویزیون شادی تحت پوشش سازمان ونگارد پیس میکر در صدد گسترش خدمات خیش میباشد. لطفاً جهت حمایت به سایت www.pwoc.church مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن های 818-263-7724 818-716-4-0 تماس حاصل فرمایید.